درود بیکران به مردم شریف و قهرمان ایران. سه روز درجه یعنی از روز گذشته 14، 15 و 16 آذر که فردا روز دانشجو هست، اعتصابات درجه که سراسر ایران آغاز شده، کشور و مردم فلج کردن، از کاسبان شهرهای مختلف، کاسبان هر صنف، کامیونداران و بسیاری از افراد دیگه دستی بر اقتصاد ایران دارن، این روزها اعتصاب کردن و این دولت و این حکومت رو فلج کردن. اما یکی از بزرگ مردان و اسطوره هایی که همراه بود از روز اول با مردم ایران و همین سه روز هم بیزینس، اقتصاد و اون کار خودش رو تعطیل کرد، علی دایی اسطوره و شهریار فوتبال ایران بود. میدونید که علی دایی سالیان سال تو کار اقتصادی از رستوران، طلا فروشی و فروشگاه‌های ورزشی که در خیلی جاهای کشور زنجیره‌ای هستن و شعبه داره. علی دایی سه روز رو به احترام مردم ایران، به احترام کشته شدگان قیام مردم و در همراهی با مردم ایران این سه روز رو رسما اعلام کرد که هیچ عنوان فعالیت اقتصادی نمی‌کنه و با مردم همراهی می‌کنه. کارش هم عالی بود، اما نکته ای که مهمه، این حکومت دجال، این حکومت فاسد و آدم کش بلافاصله اعلام کرد که فروشگاه های علی دایی مثل طلا فروشی و رستوران های علی دایی رو پلمب کرده. علی دایی هم اعلام کرد که فدای یک تار موی مردم ایران. خواستم از سران و سردمداران فاسد این نظام بپرسم به کجا میخواد برسید؟ با بستن، با زدن، با کشتن، با پلم کردن، با یاغیگری به کدامی هدفتون میخواید برسید؟ مردم ایران هدف خودشون رو میدونن چیه. تنها و تنها با رفتن شما و نابودی این نظام هست که آروم میگن. علی دایی، علی کریمی و بسیاری از اسطوره ها و افراد معروف و مشهور در ایران دارن اعلام میکنن که با مردم همراهن. حالا ببندید، حالا پلم بکنید. اینها در قلب مردم ایران جای دارن. قلب مردم رو هم میخواید پلمب بکنید؟ دادگاه فرمایشی که درست کردید، دمت گرم علی دایی، دمت گرم علی کریم، بسیاری از قهرمانانی که اومدن وسط میدون و وای به حال اونهایی که هنوز در خوابن و نیومدن. تا کی قرار به خوابتون ادامه دید؟ مطمئنن مردم ایران در فردای پیروزی انقلاب گریبان اونهایی که نیومدن، غفلت کردن و مزدوری کردن خواهد گرفت. میخوام به شما بگم که قهرمانانی همچون علی دایی هم در زمین، هم در زمان ورزش کردن حرفه‌ای قهرمان بودن، هم الان کنار مردمن. علی دایی نمیتونست بره مغازه‌هاشو باز بکنه، بره فروشگاه‌هاشو باز بکنه، چرا؟ اما علی دایی و علی دایی ها بلند مدت فکر میکنن، کنار مردم قرار میگیرن، در دل مردم قرار میگیرن و اسطوره یعنی همین. مردم ایران مطمئن باشید قیامتون نتیجه خواهد داد و شما، تک تک شماها، انتقام خون عزیزانتون رو از این نظام فاسد خواهید گرفت. شب و روزتون خوش مردم ایران.